الان تو راه چای کناری داریم میریم به سمت چای کنار، سمت چای کنار داریم به سمت بازار میریم. بله و زیاد مشرف نیستم به این خیابونا، دوستمون سوالی پرسن جایی که مثلا شاید بگم همه بشناسن، اینجا تقاطع عباسی هست. عباسی از همون محلهای قدیمی هستش که حالا من اینجوری شنیدم که همسر شاه هم که فرح باشه، بعد خونه پدری مادریش همون طرف های عباسی بود، اول عباسی. درست، یه جایی میشه با قدمته، یه قسمت بله، از بله. شهر تبریزی که خیلی قدمت است. بعدا کلن گذرهاش زیاد شده دیگه، زیر گذرهاش زیاد دادن به خاطر ترافیک و اینجور چیزا. دقیقا همین ترافیک هایی که گذر شده بود این گله رو زدن که خیلی خوب شده. خب الان میریم به سمت ارگ کلن؟ نه میریم به سمت بازار مرکزی که اونجا یه قسمتش که همون محله شهناز باشه، بعد ارگ هم تو شهناز هست. بریم ببینیم چی پیش میاد و چه شکلیه. انشالله که خوشتون بیاد. بعد تبریز خیلی عوض شده، اما قدیمی باشه، محله قدیمی باشه از بین نبردن. الان مثلا ما 200 متر جلوتر منطقه چیز میشه، اینجا بیلانکو هست که از اون منطقه قدیمی هستم. بیلانکو؟ آره بیلانکو، که حالا شاید اسم قدیمش کبریت توکلی باشه. کبریت توکلی بگم شاید همه بشناسن. اونایی که آره من خودم هم یادم کبریت توکلی بودن. بله اون گزاره توکلی دقیقا سمت راستمون هستش، محلی که من میگم این قسمت راست که بله. سمت این پل سنگی هست، داریم میرسیم به پل سنگی بعد این ترافیک 100 متر جلوتر. از همون پل های قدیمی تبریز هستش، حالا قدمتش شاید به همون 40-50 سال پیش برسه. حالا به خاطر قدیمی بودنش تردد ماشین روش نیست، فقط نفر عابر پیاده از اونجا رد میشه. ممنونم که راهنمایی میکنم، من زیاد مشرف نیستم به اینجا، خیلی کمک خوب. حالا من هم اطلاعاتم زیاد جامع نیست، فقط در اون حدی که یک شهروند میتونه شهرشو بشناسه من توضیح میدم. خب همیشه ترافیک این سمت ها. بله این قسمت حالا یه دور برگرده که تازه احداث کردن، دو سه سالی میشه چمت میان از اینجا که دور میزنن برن سمت آبرسان، این ترافیک به خاطر اون دور برگردن هستش. درسته پل زدن که ترافیک رو کم کنه، اما یکم هم به نظر من ترافیک ایجاد کرده. الان خودتون شاهد میشین دیگه، دقیقا اون پل رو رد میشیم ترافیک کاملا صفر میشه. سمت راستمون هم مسجد پل سنگی هست که این مسجد بناش از سنگ هست، از اون مسجدهای خیلی قدیمی هستش. این سمت درسته؟ بله همون سمتی که بله هستش. این پل چند بار به خاطر اون سیلی که اومده اینجا، چون آبراه دیگه آبهای بارندگی بشه فلان بشه از اینجا رد میشن، به خاطر دقیقاً یه مسیره که اینا چند بار اومدن بازسازی کردن، اینا آب خرابشون کرده بود این پل بود که الان این برفی هم که زده قشنگ جلوه خیلی قشنگی داده به شهر. دیده من شما خودتون خیلی وقت خوب برف نیومده بود دادن. آره درست، حالا تبریز منطقه کوهستانیه، قبلا ما خیلی برف داشتیم. مثلا الان خودم 35 سالمه، موقعی که بچه بودم، بچه ابتدایی بودم، برف می اومد 1 متر، من خودم قشنگ یادمه مدرسه تعطیل میشد. بعد الان نهایت برفی که تبریز میاد 15 سانتی 20 سانتی. البته من داخل شهر رو عرض میکنم، اگه بیرون شهر بریم شاید همون 1 متر رو داشته باشیم، اون دامنه کوههای سهل باشه اونجا 1 متر رو داریم.
یه جوری میشه گفتش که به خاطر همین گرم شدن تهران که خیلی اصلا نمیاد، یعنی نهایتا یه شمال تهران بدونم در حد چندین سانت، ولی باز اینجا به نسبت تهران خب باز خیلی بیشتر اومده. این دقیقاً این ترافیک همون پل که زدم که دور برگردم یه دور میزنم برگردم به سمت آبرسان، دقیقاً ترافیک به خاطر اون الان اینجا رد میشه چی نداره تموم شد. خیلی هم ما یه پل قدیمی اینجا توی این مسیر، چون اینجا محلهای قدیمی بودن سمت راست خیابان، سمت چپ خیابان هم ختم میشه به بازار اصلی به خاطر اینکه این اهالی سمت راست و محلات قدیمی بودن مفتح باشه و منبع آب باشه سلاب عباسی همه اینا از این مسیر ختم میشدن به بازار اصلی. این پلا رو قدیما به خاطر همون راه ارتباطی نفر باشه بعد گاری باشه اینا بودن که اینجا سه تا پل پشت سر هم هستن بگم همشون هم خدمتشون خیلی بالاست. یکیش هم این پل هست، پل منصور هست، منصور میگم بهش، چند ماه پیش هم بازسازی کردن سمت راست اون. از همه اینا قدیمی تر پل قاری هست که 300 متر جلوتر هستش. اینا همه الان پیاده روه تن. آره اینا چون قدیمی هستن دیگه تردد ماشین رو از روشون حذف کردن. درست. حالا منصور نه، منصور ماشین رد میشه چون اونو بازسازی کردن، اما پل سنگی باشه با پل قاری الان اونجا من یه ترمزم میزنم یواشکی شما قشنگ به تصویر بکشین و ممنون از جذابیت اون پل رو. مرسی، محبت دارید شما، مرسی که اینقدر خوب راهنمایی میکنید ما رو. من همیشه به دوستان گلم میگم آدم از شهر که میره نیاز داره که کسی که به اونجا مشرفه یا حداقل میشه گفت مال اون شهره خیلی بهتر و کاملتر و با احساستر میتونه شهرشو توضیح بده تا یه شخصی که حالا به عنوان گردشگر اونجا رو میبینه. این حسی که شما به ما میدید خیلی عالیه. ممنون از شما. امید جان اسمتون امید بود دیگه. ممنون امید جان. این همون پل قاری بود، البته روش آبر گذر زدن که هیچ تابلوش هم اگه نگاه کنین اون ستون هایی که قشنگ مشخصه، من یه لحظه شیشه رو بدم پایین اون بر نماد اون قاری که میگفتم از اینجا اهالیش میرن به سمت بازار واسه خرید و فروش و تجارت اینا با قاری اینا رد میشدن، الان مجسمه اونا رو درست کردن گذاشتن اونجا. یه نمادی از یه نمادی از این پل هست، این منطقه هست، چون این منطقه مقبره تو شعرا هست، از محله های خیلی قدیمی تبریز، آرامگاه استاد شهریار اونجا هستش و چند تا از شاعران بزرگ ترک زبان هم اونجا هستش که واقعا ما فکر میکنم خیلی از شعرامون هستن که بله. اصلا خیلی آمدن، من حضور ذهن ندارم ولی مشاهیر زیادی هستن که از شهر تبریزن و آدم بله. زبان هم. از این نقطه به بعد ما تقریبا وارد محدوده بازار میشیم که اینجا بازار مسگریان هستش که مس مرکز به نوعی ظروف مسی تبریز اینجا هست. حالا تعدادشون کم شده اما حالا یه چند تاشون از اجدادشون پوشگاه حفظ کردم. آره اینم قدیمیه اما بازسازی کردم. اینجا اسمش درب باغ میشه شطورا اگه مجسمه هایی که اونجا میبینی دقیقا اون چیزی که پل گاری میام میگفتم از اونجا تاجران همونجا رد میشه. یه جاده ای بوده همونجا ابریشم آره بوده نه جاده ابریشم تقریبا این مسیر میشه اما از سمت مسجد صابول هم اونجایی که تقریبا یه دقیقه پیش من دور زدم درست. اونجا مستقی میرفتیم به مسجد صابول هم میخورد که اونجا مسجد صابول هم رم از اون چیزای خیلی قدیمی هست، مسجدهای خیلی قدیمی هستن. خدا الان این چیزایی که میبینید اینجا یه خانه تئاتر تبریزه، بعد میدان دانشتراست، فرمانداری تبریزه، بعد
خیابونی که توش هستیم چیه اسمش؟ اسمش ما همون بازار میگیم، خیابان بازار، اما حالا چون زیاد به چیز نکردم اسممون دقیقش رو بدونم. این سمت میخوره به تربیت و سمت چپمون به تربیت میخوره و سمت راست یکم جلوتر خیابان دانش سراست، بازار چرم تبریز باشه، بعد دلار فروش ها و طلا فروش ها و نمیدونم اینجور چیزا. آره فکر کنم بازار امیر که همون طلا فروش هاست. دقیقا همه شو اینجا هستن. یه بازار سرپوشیده تبریز که اخیراً هم ثبت جهانی شد، بعد اینجا بخاطر بله ثبت شده. حالا چند تا ورودی داره این بازار سرپوشیده که حالا شهرداری یه کار خوبی که کرده، اومده واسه همون ورودی ها یه سردری درست کرده. الان جلوتر که میریم این چیزایی هستن که تو این چند سال انجام شده. خیلی هم عالی. آره قبل اینا وجود نداشتن. میاد بستم یه جا نشته بود راست بازار، فکر کنم یکی از راستای قدیمی بازار. حالا برای دوستان به صورت مجزا فیلمای داخل بازار رو حتما میذارم و ببینید. من اینجا مثلا یه ورودیشه، ما به ترکی میگیم جورجولر بازاری، بعد من تلفظ نمی کنم که موقع اشتباه نشه. بعد اینجا بازار سیگار فروشان یه سر داره که از اینجا یه ورودی داره به همون بازار چیز، همون بازار جورجولر جورجولر بالاتر بود. این بازار سیگار فروشان بود که اولش البته سیگار فروشان هم الان دیگه همش رسم میشه و همون بازار سرپوشی. اینجا یه ورودیشه بازار، خیلی خوبه، پر از ورودیه مختلفه. بله. حالا به سرا و بازارا و راستاهای مختلفش. میدان نماز هست، اینجا اسمشو گذاشتم میدان نماز. قدیم اسمش چی بوده؟ مستقی میره به گجیل که دیگه همه باید اینو بشناسن. گجیل دیگه از اون محلای هست که همه میشناسن، یه سبکی داره که حتما آره یه محلی هست که حتما کار همه یه بار حداقل به اونجا خورده. بره. اونجا همه چی میفروشن دیگه. اینجا خیابونه چیه؟ چقدر هم شده و پرست محبت هست؟ اینجا منطقه بازار میگیم. حالا اینجا خط میشه به همون خیابان شهناز، شریعتی شهناز، سرا همین است که اینجا قدیم ترمینال اصلی اتوبوس ها بود. آها. ترمینال اولی اتوبوس ها که الان روش همون ترمینال هم سطحش پایینش رو ایستگاه مترو کردن. خیلی هم عالی. آره تعریفش شنیدم، حتما بله. مترو هم تهیه میکنم و اینکه فکر میکنم بزرگترین ترمینال اتوبوس ایرانه. ترمینال تبریز که من شنیدم، ترمینال بین شهری رو من عرض نمیکردم، داخل شهری، داخل شهری همون که شهرک ها میره، بریاس میره، زعفرانیه میره، رجاشهر بره، تقسیم به داخل شهری، داخل شهریه. اون ترمینال بین شهری عرض نمیکردم. سمت چپمون همون اونجاست. من داشتم دقت میکردم 7-8 نفر دیدم با دوچرخه این برون بردن. خیلی خوبه با دوچرخه این برون برد رفتم، به نظرم فرهنگ خوبیه. آره دقیقا من اتفاقا خودم چون از این بابتم محل کارم نزدیک به خونمون، وقتی هوا خوبه تابستون ها 100% با دوچرخه میدم، یعنی حتی خانم همکارای خانم هم اینجوری هستن، یه با لباس دوچرخه میان بعد میرن. خیلی خوبه. آره لباساش، لباس کاریشون رو میپوشن، یونیفرمشون رو میپوشن بعد میرن سر کارشون. هم ورزش، هم از ترافیک فرار میکنی، هم همه جوره لذت بخش. بله اینجا هم که سینماهای تبریزه دیگه، جایی که پدر مادرها و مادر بزرگان کل اینجا خاطره دارن دیگه. بالاخره اینجا قدیما دیسکو بود، بعد اینکه سینما بود. به به. اینجا سینما 29 بهمنه. هرچند متاسفانه اگه در ورودیشو ببینین چیز کردن کلن بستن، اما درست کلن انگار دیگه بله اپوش انگار تخریب شده. حالا یه جوری این نمای جلو داره فقط. آره اینجوری میگن که بازسازی میکنیم، اما حالا نمیدونم دیگه واقعا بازسازی میکنن. اتفاقی نیفتاده. بله
اینجا دیگه قدیمی ترین شاید الان قیمت های مغازه مثلا منظورم اجناس اینجا رو به بالاست متوسط از نظر قیمتی اینجا تقریبا متوسط به بالاست زیاد گرون هم نیستن خیلی هم ارزون نیست خیلی هم ارزون نیستم من مثلا واقعا از 100 امتیاز بدیم قیمت های اینجا شاید مثلا همون 75 80 رو بدیم درست نه 100 هستن نه زیر 50 هستن درست بعد اینجا میدان ما چهارراه شهناز میگیم حالا اینا قدیم اسمش چهارراه شهناز بود دیگه قدیمی ترین از درست مشهور ترین چهارراه تبریز میشه اینجا همه هتل ها مهمان سرای قدیمی البته همشون توی این منطقه هستن وقتی توریستی میاد اینجا علی خصوص از آذربایجان از ارمنستان آذربایجان به این اسم میشناسن آره میان هتل های اینجا مستقر میشن چون بگم هتل های سنتی زیاد باشه دقیقاً آره چون قدیمی هم قیمتشون هم مقرون به صرف است واقعا هم زیبایی خیابونش اصلا این همه درخت حالا ما الان تو شب اومدیم 100 درصد حالا تو فصلی که اینجا سبزه همین الان خیابان شهناز هست که از قدیمی ترین خیابان های تبریز هستش بعد چقدر ترافیک من یه از من بپرسن این خیابون یه چیز مثلا چی بگم یه لگب بده من به اینجا خیابون جوون میگم چون اگه خودتون دقت کنید اینجا اکثرا جوونا اینجا میچرخن پرسه میزنن خیلی خوبه آره همشون مثلا زیر اما 35 30 سال باشه هم نسل اینجا آره اینجا خیلی جای خوبیه واسه اینکه بعد حالا دقت کنید جماعت میان قدم میزنن یه نشاط و سرزندگی تو خیابون هست که همه میان میچرخن از این ترافیکی که هست الان آدم متوجه اینجا شب ساعت 12 هم همینجوری شلوغ ترافیکش کم میشه اما نفر هست واقعا زیباست یعنی من چیزی که دارم میبینم این درخت و قشنگ قدمتی که داره به اینجا میده حداقل 100 سال حالا نمیگم خود خیابون که 100 سال هست ولی درخت ها عمر کمتر از این خیابون ندارن درخت ها رو نگاه کنیم اون قدیم بودنشون کاملا مشخصه و حس و حال خوبی که اصلا به این منطقه به این جماعتی که اینجا میدن همین خیابون این تاریخ هاست که قول معروف معنی میده به این شهر ولی اینو نمیدونم شما هم قبول دارید یا نه هر جای زیبایی که آدم میبینه با وجود ما انسان هاست که زیباییش بیشتر میشه با چند درصد این اگه همینجا رو بدون ما در نظر بگیری اصلا معنی نداره دقیقا ذوق نداره بازم سپاسگزارم که با این توضیحات خوبتون وقتتون رو برای ما گذاشتید این سمت راستمون اون مغازهایی که هستن اونا مغازهای سنگی میگن حالا بعضی اسم‌ها هستن که همون ترکیشو بگیم خوبه درسته ببین اگر البته اگر اون تابلو هم نگاه کنی ترکی نوشتن داش مغازه‌لر همون مغازه‌های سنگی خب همونو که میگن بعضی اسم‌ها هستن که نباید دیگه ترجمه کنیم آره. به فارسی معنی نمیده به فارسی معنی جالبی نمیده درست جذابیتش از دست میده اگر شهرداری هم اومده همون ترکی نوشته اونجا داش مغازه‌لر خیلی عالی داش یعنی سنگ ولی خب میگم همون به قول شما اون که از خود همون زبان ترکی میاد اون حس و حال اون قشنگ شده بله. اگر طبقه بالای مغازه رو نگاه کنین اون قدیمی بودنشون مونده اما پایینا رو اومدم مثلا کامپوزیت کردم مدل جدید در آوردن مثلا شهرداری حالا گفتن که آره طبقات بالاتون نگاه کنین پنجره‌هاشون همون قدیمی هستن از همون پرچم‌های چوبی باشه فلزی باشه نگاه کنین مثلا اون پنجره‌هاش چوبیه دقیقاً اون قدیمی بودنشو نگه داشته اون اصالتش حفظ شده بله. حالا امروزی تر شده مثلا به خیاب این برای مثلا میخوای نگاه کنیم دقیقا اومده نما کامل تغییر بله. کرده دقیقا یه تضادی بین این دو طرف آره دقیقا روبروی همان اما کجا با این کجا کجا الان اینو مستقیم بریم به کجا میخوره اینجا میخوره به 17 شهریور بعد 17 شهریور دیگه اون 17 شهریور قدیم نیستش اینجا کلا شده قطب پزشکی تبریز الان اونجا برین
کل ساختمون ها تمام آزمایشگاه ها مراکز درمانی باشن، کلینیک های سربایی باشن، مطب های خصوصی پزشکا باشن، همشون اونجا هستن که نه تنها تبریز رو ساپورت میکنه بلکه شهرستان های تبریز و همچنین استان های همجوارمون و همچنین از آذربایجان. همچنین الان مثلا بریم اونجا، کلی اونجا افرادی هستن که اصلا ایرانی نیستن اما اومدن اونجا. بله، باکو و آذربایجان اومدن اینجا واسه تبابت. خب خیلی خوبه این پیشرفت و این همه اینکه ناگهان حداقل به یه درجه رسیدن که نه تنها خودمون حتی که کشور همسایه رو برای ساپورت میکنیم. دقیقاً واقعا شهرهای تاریخی مثل تبریز، مثل اصفهان، مثل شیراز اینا یه قدمتایی دارن، یه تاریخی دارن که هر کدوم زیبایی خودشونو داره. یعنی من به جرات میتونم بهتون بگم که تبریز جز شهرهایی که از همه نظر از دید من عالیه، هم نظر تاریخی، هم نظر تکنولوژی، هم نظر مردم، هم نظر همه اون حس خوبی که یه شهر میتونه به یه آدم بده رو من توش احساس میکنم. شما دوست دارین من اتفاقا این چیزی که شما فرمودین توی دارم اون که همکارا از ستاد میان، ستاد منظور تهران، تشریف میارن اینجا واسه بازرسی و کارهای اداریشون. من حالا بر حسب اینکه همکاریم اصلا با هم دیگه میریم بیرون، چون اینا یه جوری هستن کل ایران رو رفتن. درست. به قول شما مشهد باشه، شیراز باشه، بندرعباس باشه، تمام شهر رو رفتن. من همیشه ازشون سوال میپرسم که حست نسبت به تبریز چیه؟ تبریز رو چجوری میبینی؟ یعنی همیشه جز اون شهرهای تاپ اینا توصیف کردن. یعنی چیزایی که امکاناتی که تو تبریز دیدن دقیقاً اینجوری میگن، حالا نمیدونم تعارف میکنن یا جدی میگن، دقیقاً اینجوری میگن که اون امکاناتی که ما تو تهران داریم دقیقاً شما همونا رو تو تبریز داریم. واقعا همینطوره. آره. من یعنی چه بسا تو بعضی از چیزا بیشتر هم باشه، حالا اون تاریخ مثلا یه آدم خودش گله میزنه که نظر تاریخی قدمت شهر تبریز خیلی زیادتره. یعنی شهرهای خیلی قدیمی محسوب میشه، تاریخ داره. الان این سمت راستمون پشت این مغازه یه محله هست، اگه تابلو هم نگاه کنید تقریبا محله های ارامنه هستن. اینجا چیز هستن، کلیسا باشه، الان مثلا اون تابلو داریم نگاه کنین، سالن ورزشی آرارات باشه، اونا مال ارامنه هستن، کلیسای سرکیس مقدس و مدرسه تومانیا. دقیقاً اونا سه تا تابلو هم مربوط به دوستان ارامنه. بله هستن. الان هم که شب کریسمس، حالا ببینیم چی میشه دیگه. حالا بریم از جلوی کلیساشون هم رد بشیم ببینیم چیزی داری. کوچولو وای میسیم ما ترافیکو بریم جلوتر و بعد دوره هم در ادامه بریم ببینیم چه خبر. جلو ما الان نزدیک میشیم به ارک‌علیشا. اون ساختمان روبروی که میبینیم اونجا مصلای تبریز، مصلای مرکزی تبریز که دقیقاً کنار ارک‌علیشا ساختمان شرک هم از اینجا دیگه قابل مشاهده است. بعد قدمتش حدودی میدونید یا نه؟ دقیق نمیدونم اما خیلی قدیمی. آره بگم شاید هم اشتباه بگم، نمیخوام نظر بدم، اما خیلی قدیمی. من یعنی اینجوری بودر شدم که خیلی قدیم قبلی. درست. خیلی هم ارتفاع داره نسبت آره. به خودش هم از آجر، کلا ساختش از آجر، هیچ چیزی دیگه هم نیستش. واقعا زیباست، مخصوصا تو شب یه جلوه دیگه ای داره دیده من. بله. الان دقیقا تو خود صحن مصلا یعنی قرار گرفته، درسته؟ حالا من یه لحظه از پوشیم، خیلی خودم کنجکاو شدم که بدونم قدمتش چقدره. الان که از اینجا میخونم 700 سال پیش ساخته شده بعد قدمتش. آره اسمش هم ارگ، آخرش کنیست، ارگ علیشاه هستش. خدمتش هم 700 سال. اگه دوستان
مال چه دوره ای میشه؟ میشه سلجوقیان بکنم دوره شو دیگه. حالا من باز خودم در میارم برای دوستان میگم، ولی الان فکر کنم یه تعدادش هم بازسازی کردن، یعنی تو نذاشتن. خواستین یکم نزدیکتر فیلم بگیریم، من ماشین رو نگه میدارم. آره پیاده میشیم. آره خیلی بهتر میشه اینجوری بریم اون سمت هم بگیریم. خب اجازه دادم یه کوچولو از شب بریم داخل ببینیم واقعا عظمت و حس و حالی که داره رو نمیشه توصیف کرد. الان هم کاملا سوره، خیلی زیباست، یعنی این قدمت به 700 سال پیش برمیگرده، واقعا قشنگه، از همه نظر عالی. نمیدونم شما احساسش میکنید یا نه، در نظر بگیرید که فکر میکنم ارتفاع بالای 25 متر داره، شاید هم اشتباه میکنم. این کنارش هم که چیز درست کردن، مصلاه، که بیشتر از این نمیتونم جلوتر برم، گفتن که همین جوریه. خیلی قشنگه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، بدرود.